در ادامه گفتگو آقای ثابتی در پاسخ به این پرسش که در چنین فضاهایی کدام گروه بهتر توانسته بهره برداری کند گفت اظهار نظر در این مورد نیاز به تحقیق دارد، ولی فضاهای مجازی نقش مهمی در ایجاد جنبش‌های مدنی بزرگ یا تغییر جهت نتایج انتخابات ایفا نمی‌کند. اینترنت نقش مهمی داره در زندگی افراد، ولی نقش بزرگی نداره که بگیم مثلا با اینترنت با کلاب هاوس میشه جنبش های مدنی بزرگی رو تشکیل داد، میشه مثلا جهت انتخابات تغییر کرد. من طرفدار این تئوری اونقدر نیستم، ولی خب در مورد کلاب هاوس میشه گفتش که یه قسمتش این هستش که آره سیاستمدارهای ایرانی تونستن در حقیقت صحبت کنن، ولی اگر بخوام حالا حتما بگیم کدوم ور برنده بودن، نظر شخصی من رو بخواین طرفی برنده بودن که اصطلاحا میشه گفت بعضیشون به عنوان برانداز میشه نام برد، و یا کسایی که موافق سرنگونی یا همون تحریم انتخابات توی جمهوری اسلامی هستن. دلیلش هم این هستش که شما وقتی که در مورد حامیان اصلاح طلبان، حامیان شرکت در انتخابات صحبت کنید، همیشه این افراد تریبون داشتن، همیشه این افراد حالا در روزنامه ها تریبون داشتن، در روزنامه اصلاح طلب و در میدیوم های مختلف، ولی قشری که کمتر صداشون شنیده شده بود و خب الان بیشتر داره شنیده میشه، این قشته هستن که طرفدار تحریم هستن. ولی اگر واقعا بخوام انتخاب کنم و بگم کدوم یکی بهره بیشتری گذاشته، از نظر من بهره بیشتری داشتن از نظر من قشته هستش که طرفدار تحریم انتخاب کنم.